خواهش میکنم. سلام به دوست عزیزمون رضا، بفرمایید. سلام برادر عزیزم مسعود عزیز، عزیز گرامیم، انشالله که احوالت خوب باشه. درود بر شما. خدا را شاکرم این روزا را میبینم. اول یاد شدم، اول سلام کنم به تمامی مجاهدان شفسته و شیر همیشه بیدار و خواهر بزرگوارمون رئیس جمهور عزیزمون امراتی. میگم خدا را هزاران بار شاکرم که نه لایتغیر الهی و خداوند و هستی رو پس از سالیان دیدم. این همه خون که مجاهدین داد، کریانهای نان جاری شده سرش، بعد از سالیان پایبندی خدا دارن می من از خود بی خود شدم. اصلا فکر نمی کنم خدا این رو من ببینم با پای خودم. خداوندی خدا از این آبانی که گذشته بودن یک ماه بی خود شدم. خدایا با چش خودم عظمت تو را، خلقت تو را هزاران بار شاکرم که خلاصه ثمره این شهدا کنها غلیان این ها را در ایران با چش خودم با تمام وجودم میبینم. چاره ها خلاصه چجوری میخوان از همه خونها بگذرن؟ لا بلا که اصلا یک در هزارم نمیتونن تمومه. خلاصه مزاحم نشم هم خدمتتون عرض کنم، چون ما اینجا تنها هست برادر مسعود، ما هم خواستیم یه دست خوادگی یه خلاصه این بری کمک کنیم. 200 یورو همسرم نست، 200 یورو دختر رویا، 200 یورو دختر پسرم مسعود، 200 یورو هم از عوض دختر مجاهد در اشرف سه که جمعم بشه 1000 یورو تقدیم کنیم. خلاصه مزاحم نشیم، اگه حرفی نداریم ما مزاحمتون نشیم. تو خیلی وقته خوشتیم، میدونیم چه قطع اشغاله، گربون همه تون برم، گربون تمام مردا برم، گربون همیشه بیدار برم، گربون همه مجاهدات و اشغال. درود بر شما رضای عزیز، بفرمایید. درود میفرستم به خواهر عزیزم نسرین و برادر گرامیم رضا. چقدر با برانگیختگی و شور و التهاب از این قیام آبان ماه گفتین و احساسات شما نسبت به مجاهدین، به همه مقاومت کنندگان، به خصوص مجاهدین در اشرف سه. براتون آرزوی سلامتی همیشگی دارم و با عرض معذرت که اینقدر پشت خط موندین. منم از فرصت استفاده میکنم از دوستمون عبازر و بهنام و دوستانی که نام بردن مجددا تشکر میکنم. درود میفرستم به تک تکشون و شور انقلابی که داشتن. ماشاءالله اینقدر تماساتون زیاده که نمیشه ما تشکر کنیم از هموطنانمون. اینو حمله بر بیادبی نکنین، میخوایم شما پشت خط زیاد نمونیم. بله، با مشکلات ما هموطنان عزیزمون آشنا هستن، میدونن که چقدر سپاسگزار و قدردان کمکهاشون و به ویژه صحبتهاشون و عشق و علاقهشون به مردم ایران و فرزندان پاکبازشون هستیم. یک پیام میشنویم از هموطنان عزیزمون از ایران، باز هم خدمت شما خواهیم بود تا دقایقی دیگر. الو، سلام و
به همه دستان در کانال سیما یا آزادی درود می‌رسانم. به کسانی که به همیاری شماره 24 می‌پیوندند و در این مسیر هر چه در توانشان هست عاشقانه و بخشش می‌کنند. و اگر هم چیزی در توانشان نیست یا مشکل ارسال هست، باز هم به همین دعای خیرشان هزاران درود. از همه دستان در کانال سیما یا آزادی قدردانی و تشکر می‌کنم. فیروزی و موفقیت برایشان آرزو می‌کنم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ. زنده باد کانونهای شورشی. من اکبر خامنه‌ای، درود بر رجوی. خب این حسن ختام این قسمت از برنامه ما بود. شما اگر نکته دارین خواهش بکنم بفرمایین تا خداحافظی کنیم. در این قسمت از برنامه همکارانمون ادامه خواهند داد همیاری با سیمای آزادی رو و خدمت دوستان خواهند بود. من ضمن تشکر از شما که این فرصت رو به من دادین که هموطنانمون رو بشنوم و با اونا صحبت بکنم، همه حرفا رو به نظرم گفتن همه هموطنانمون. من فقط یک جمله از خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، که همیشه این جملهشون برای خودم انگیزاننده است، میگفتن ما ایمانمون رو از اعتقادات و باورهامون میگیریم و همین دلیل تعهد رو روی دوشمون میذاریم و بعد مکانیزم ها و تاکتیک ها رو در میاریم. از اونجایی که نقطه آغاز مسیرهای جدید انتخاب هست و نقطه آغاز جهش های عظیم تعهد هست، با انتخاب و تعهد 100% هر مانعی رو کنار میزنیم، هر لحظه با قیام هممون تا اون هدفی رو که داریم محقق کنیم و مردم ایران هر چه زودتر شاهد آزادی رو ببینن. بسیار متشکرم، لطف کردین تشریف آوردین، همراه ما بودین. هممیهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی، 24مین گریزان همیاری تا لحظاتی دیگر باز هم در خدمت شما ادامه خواهد یافت. الو، سلام، درود بر همه دست اندرکاران سیمای آزادی. سیمای آزادی این رسانه ملی که همیشه در کنار مردم و قیام آفرینان بوده و هست و پژواک صدای آنها را به اطلاع همگان میرساند. کشته شدگان قیام 25 آبان به دست نظام فاسد تسلیت میگم و هنوز جو متشنج هست و آماده براندازی هستیم. سیمای آزادی، صدای قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم، پا به گور آخوندی و مژده رسان بهار آزادی است. ما هم به همیاری 24 می پیوندیم. من از عموم مردم می خواهم به هر شکلی که می توانند به این همیاری بپیوندند. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، زنده باد کانونهای شورشی. با تشکر از شما که اجازه داده این که در این همیاری حمایت خودم را اعلام بکنم. خدا حافظ شما، به امید پیروزی. با سلام و درودهای انقلابی به شهدای راه آزادی و شهدای قیام آبان ماه که با نثار خون پاکشان بساط جور و ستم دجال را به هم ریختند. و همچنین درود می‌فرستم بر خواهر مریم عزیزم و برادران و خواهران عزیزم در اشرف سه. و خسته نباشید و خدا قوت میگم به دستندرکاران سیمای آزادی که منعکس کننده صدای شورش و چراغ راهنمای قیام آفرینان هستند. ما در 24مین همیاری سیمای آزادی که صدای مردم ایران در شرایط اختناق هست شرکت میکنیم و از آن حمایت میکنیم. کانون شورشی آذر رضایی، آذر ماه 1398. با سلام به سیمای آزادی، صدای جوانان شورشی. من از شهر شورشی کرمانشاه هستم. درود بر شما. با اینکه این ملاها خواستن مردم و جهان با در بیخبری بذارن، ولی باز این سیمای آزادی بود که با تلاش کانونهای شورشی تونست مردم دنیا بگه که چه جنایتی این آخوندهای کثیف مرتکب شدن. من هم در این همیاری 24 شرکت میکنم و تا سرنگونی این رژیم با شما و با تمام مردم هم قدم می شدم. به امید پیروزی. بجی رافرین کردوار، بجی رولتان رافرین. سلام،
من یکی از کنونهای شورشی استان خوزستان هستم که در قیام آبان ماه شرکت داشتم و با چشم خودم دیدم که این رژیم چقدر به نقطه سرنگونی خودش نزدیک شده. البته ما اون موقع نت اصلا نداشتیم، قطع شده بود، ولی خیالمون راحت بود که سیمای آزادی صدای ما و قیام ما هست. همین باعث شده که دلگرمی ما بیشتر بشه، که اینجا خیلی ها هستن که چشم و امیدشون به شما مجاهدین است و سیمای آزادی رو تنها رسونه ملی خودشون میدونن. گرچه به خاطر شرایطم این امکان رو ندارم که به شما کمک مالی کنم و از معذرت میخوام ازتون، ولی در این همیاری شرکت میکنم و میخوام از همینجا بهتون تعهد بدم که با فعالیتام شعله قیام رو هرچه بیشتر فعالتر کنم. حاضر حاضر حاضر. درود بر رجوی. با سلام به همه خواهران و برادران عزیز، خبرنگار سیمای آزادی هستم از کرج. از همیهنان میخوام برای استمرار پخش برنامه‌های خوب تلویزیونی سیمای آزادی، صدای شورش و قیام مردم مظلوم ایران به 24مین همیاری بپیوندیم. آذر 98. با سلام خدمت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و دستاندرکاران گرامی صدای خاموشی ناپذیر مردم ایران. این رژیم فاسد و باطل سعی کرد نت را قطع کنه که صدای مردم به گوش جهانیان نرسه، ولی کورخان جوانان شورشی و قیام کاری کردند که مجبور شد کاری را که نباید میکرد، یعنی سرکوب عریان را انجام بده. این یعنی حکم مرگ ولایت فقیه. صدای مردم ایران خاموش نشد بلکه جهانی شد و این خونها در قیام بعدی ریش و ریشی نظام را خواهد سوزاند. و این حکم تاریخی من هم در همبستگی با قیام و همیاری سیما مبدأ ناچیزی را تقدیم سیمای آزادی می کنم که این صدا جاودانه باقی می ماند. الو سلام،